بینندگان گرامی، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان از تهران بزرگ با هوای گرم و آفتابی، امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما را میبینید و یا صدای ما را میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه. من جلیل مرتضوی هستم. امروز پنجشنبه 23 تیر 1401 خورشیدی و برابر است با 14 جولای 2022 میلادی. دوستان گرامی، امروز در مورد سفر پرزیدنت بایدن در اسرائیل و عربستان صحبت خواهم کرد. شما را از بعضی از مسائلی که اتفاق افتاده ولی در رسانه‌های ایران ستیز اونا رو نمیشنوید آگاه خواهم کرد و ضمناً دیدار محرمانه مقامات ایرانی با مقامات مصری در مسقط عمان و چرا سی‌آی‌ای یکی از مامورین ویژه خود را از سال 2018 در زندان انفرادی نگه می‌داره در امریکا خبر MBC. و اما قبل از اون دوستان میخوام خدمتتون یه چیزی بگم که شما وقتی به ایران میایید و یا در ایران هستید، به ویژه دوستانی که در خارج زندگی میکنن، وقتی وارد ایران میشن شما هیچ وقت احساس تنهایی نمیکنید. هر جا برید، هر مکانی، دکونی، بازاری، خیابانی، پارکی، کوچه‌ای، هیچ وقت تنها نیستید. و این فقط و فقط حداقل نسبت به اونایی که در غرب زندگی میکنن و من باهاش آشنا هستم، این فرهنگ ایرانی است که شما هیچ وقت تنها نیستید. همیشه میتونه 2-3 نفر یا 5 نفر وارد بحث گفتگو با شما بشه، صحبت بکنید، خیلی هم حال کن. یادتون باشه در برنامه قبل ما از پارک ایران، یکی از پارک‌های تهران رو نشون دادیم که چقدر بزن و برقص در پارک‌ها وجود داره و این مورد توجه بسیار دوستا در سراسر جهان قرار گرفته بود و بعضی ها میگفتن خوشا به حالتون. خوشا به حالتون نداره، شما میتونید بیایید دیگه. به هر حال درست سرتون شلوغه، کار میکنید، ولی ویکیشن که دارید، تعطیلات که دارید. برحال یکی از دوستا یه ویدیوی فرستاده بود در همین راستا از یک خانم روسی، بلاروس، روسیه سفید، گویا سالها در ایران زندگی میکرده، حالا برگشته به کشور خودش. ببینید که این خانم روسی از برداشت خودش در رابطه با فرهنگ ایرانی چی داره میگه. قروبا که میری پارک و این خانواده ها با هم میشینن توی پارک، تخمه میخورن، آجیل میخورن، حرف میزنن تا نصف شب، این یعنی برای من یک سوال بزرگی بود همیشه. چجوری نه اینا نگران فرداشونن، نه نگران همه این مشکلات بدبختی هستن، به حدی به تو یه حس آرامش میده که این برای من خیلی عجیب بوده. خیلی ارتباط توی داخل خانواده خیلی قویه، یعنی با هم پیکنیک میرن، با هم مسافرت میکنن. ما تو این حد اینجا نداریم. من بعد از اینکه از ایران اومدم خیلی سعی میکنم این فرهنگ سازی کنم توی خانواده خودم. ما حتی صبر میکنیم تا خانواده بیان دور هم، حتما غذا بخوریم. کلن میگم این ارتباط بسیار قوی محکم داخل خانواده ها خیلی خوبه، عالیه. چیزی که خیلی خوشم میاد، ایرانیان خیلی بلدن شادی کنن، کلن آدم های بسیار شادی هن. یعنی اینجوری که توی جاده، توی ترافیک ماشین رو بذارن کنار، بزن به رقص توی جاده. پنچر شدیم دوستان. واقعا دوستا، ایران دوستا لطف دارن که این تکه رو برای من فرستاده بودن، خیلی جالب بود. و این دیگه گویایی هستش از قول یک خانم خارجی که چند سالی در ایران زندگی کرده بود و واقعا هم همینطوره. ببین دوستان، من رفته بودم سلمونی آرایشگاه موهامو کوتاه کنم،
یک صحبت خیلی جالبی با این آرایشگر من داشتم، بد نیست بدونید. میدونید که از سالهای خیلی قدیم در امریکا سیاست مدارها وقتی میخواستن که حرارت کشور رو بگیرن، امریکا را برای انتخابات خودشون، به ویژه مثلا ریاست جمهوری، کاندیداها همیشه میرفتن ایالتهای مختلف برای مبارزات انتخاباتی که دیداری با مردم داشته باشن، به دو تا مکان سر می زدن. یکی ببینن که سلمونی محل چی میگه و از در دل مردم، صحبتهای مردم، نیازهای مردم چی داره بگه. یکی هم کافی شاپ های محلی که تو امریکا در بعضی شهرهای کوچک از قدیم رسمه، تو اون منطقه میرفتن جمع میشدن، مثلا ما صبحونه میرفتیم اونجا، همه رو میشناسی، صحبت ها رو میدونی، میشنوی بحث ها رو، میشنوی در دل ها رو، به طور کلی مسائلی که برای مردم عادی مهمه. و این دو گروه همیشه به قول امریکایی تمپریچر مردم رو داشتن، از در دل مردم با خبر بودن، خواسته هاشون، پیشنهاداشون، همیشه اینو مد نظر میگرفتن. به دو دلیل، یکی این که با واقعیت های نیاز های مردم آشنا می شدن، دوم این که اونجا وقتی طرف می رفت، خب اون سلمانی یا اون صاحب کافه به همه می گفت که فلانی اومده بود اینجا. خب من هم رفتم سلمانی و موهامو کوتاه کردم، بعد این سلمانی هم سالها اینجاست، سالهای سال، من هر چند سالی که میام، 5-6 سال پیش اومده بودم و میدم اونجا موهامو کوتاه میکنم، و یعنی من رو نمیشناسی چون تو محل هستش، میرم یه سلام علیک عادی. بعد من ازش پرسیدم که فلانی وضع چطوره، گفت والا وضعمون خوبه خدا رو شکر، دوران کرونا یه مقدار خوب، خیلی ها میترسیدن بیان سلمونی، اینا وضعمون خراب بود، ولی خدا رو شکر حالا همه چی برگشته به حالت عادی و همه چی خوب داره پیش میره. گفتم وضع اوضاع کشور چطوره؟ گفت خدا رو شکر ما واقعا کشور خوبی داریم، فقط دو تا مشکل هست. گفتم این دو تا مشکل از نظر شما چیه؟ گفت تا زمانی که جلوی دزدها و اختلاسگرا را نگیرن ما مکافات خواهیم داشت. ما اینا رو بارها گفتیم دیگه، تو بر جلوی دزدها و اختلاسگرا را تا نگیرن این مملکت درست نمیشه. گفت از نظر داخلی. گفت از نظر خارجی هم من فکر میکنم که دیگه ما نیازی نداریم که جمعه ها یا هر زمان دیگه شعار مرگ بر امریکا یا پرچم امریکا رو بسوزنیم. گفت این دوتا هم که دیگه احتیاجی نداریم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه ایران دیگه قویه. اونها رو از روی بیچارگی انجام میدادیم، ولی الان بیچاره نیستیم، حرف اول تو منطقه میزنیم. ما نیازی نداریم که این شعارا رو بدیم، مرگ بر امریکا یا سوزوندن پرچم یا روی پرچم امریکا را رفتن. گفت اونها دیگه نیاز ما نیست. و واقعا هم راست میگم، من با این موافقم که ایران تو منطقه حرف اول داره میزنه، قوی شده، هیچ که نمیتونه به ایران با چپ چپ نگاه کنه. دیگه مرگ بر امریکا و نمیدونم سوزوندن پرچم و اینا، این متاسفانه ابزار تبلیغاتی میده به اون صهیونیستای ولدزنا که اونو علم میکنن بر علیه ایران. یعنی اگر مثلا در آینده یک رونق اقتصادی یا اینکه مثلا از نظر گردشگری توریست از خارج بخوان بیان ایران، اینو علم میکنن، وای وای نرو اونجا، مگه نمیبینی اونجا همش داد میزنن مرگ بر امریکا، پرچمو میسوزونن. خب مردم عادی که اینا رو نمیدونه که بابا این در حقیقت شعار بر علیه
سیاست های امریکاست فلان، اونا دیگه نمیفهمند و حقم دارن. بنابراین من با این صحبت این آرایشگر خوب عزیز موافقم. یکی اینکه باید جلوی دزدا و اختلاسگرا را باید گرفت، چون اگر اینها را نتونیم بگیریم همینجوری در فلاکت اقتصادی خواهیم بود. و دومی که ابزار به دشمن ندیم سر جریان مرگ بریم، اونم احتیاج نداریم، چون ایران خدا رو شکر قویه و تو منطقه هم حرف اول میزنه. این برای من، یعنی برای هر ایرانی و هر ایران دوست مایه افتخار باید باشه و مطمئنم هست، چون بارها دوستا صحبت کرده در ایرانم مطمئنم یه سری افراد هستن با این موافقن، ولی میسین که بعضی ها میترسن بیان بکنه، حالا به دلایل شغلی یا فکر میکنن اگه اینو بگن وای نکنه از آرمان انقلاب اومده بیرون. نه، اتفاقا از آرمان انقلاب نیومده بیرون، قدرت انقلابی رو داره نشون میده که در جایگاهی هستن که نیازی به این شعارها نداره ایران. خب دوستان، سفر پرزیدنت بایدن به منطقه که اسرائیلی ها خیلی بازتاب میدن و در حقیقت مسائل اصلی سفر به عربستانه، ولی اسرائیلی ها با توجه به موقعیتی که دارن ازش سوء استفاده میکنن. بعضی چیزا هم اتفاق افتاده که من مطمئنم اینجوری که من خبرها رو دنبال میکردم اینا رو بازتاب ندادن. ببین، اسرائیلی ها سعی میکنن در این سفر یک قرارداد استراتژیکی که با امریکا دارن یک صفحه جدیدی باز کنن تحت این عنوان که امریکا و اسرائیل دوتایی از تمام نیروها استفاده خواهند کرد که ایران به بمب اتم دسترسی پیدا نکنه. امریکایی ها، خود جیک سالوان مشاور امنیت میگه که ما با اسرائیل در این مورد یه اختلاف نظر داریم، اونها نظری دیگری دارن، ولی ما معتقدیم که از راه مذاکره و دیپلماسی این مسئله باید حل بشه. بنابراین امریکا اون بخش رو امضا نکرده، حالا چی توش بوده نمیدونم. علتش هم اینه که وقتی آقای بایدن وارد تل‌آویو شد، در فرودگاه یه سخنرانی بلندبالایی کرد در تعریف از اسرائیل که امریکا با اسرائیل روابط خیلی نزدیک داره، حمایت میکنه و همه چیز، خلاص خیلی تعریف کرد. خیلی چیزی که اسرائیلیا را کمی نگران کرد، از ایران چی نگفت اونجا، و به همین خاطره که آوردنش در مصاحبه و اونجا گفتش که آره ما حتی ایران نیاد قرارداد اتمی یا همین برجام امضا کنه، حتی اگر برجام هم احیا نشه، ما سپاه را از لیست تحریم تروریستی در نمیاریم. این چیزی که اسرائیل دوست داشتن بشنوند، ولی این در سخنرانی رسمیش نبود. آوردنش که تو مصاحبه یه چیزی همچون بگه که خب این مصرف داخلی داره. یه چیزی دیگه هم که در این سفر میدونی که خود آقای بایدن قبل از اینکه بیاد از کنگره خواست که 500 میلیون دلار برای به حساب دولت خودگردان فلسطین تصویب بشه، کمک به اونها. و به همین خاطر امروز هم که قراره از بیمارستان فلسطین در شرق اورشلیم بازدید بکنه و 100 میلیون دلار به این بیمارستان کمک کنه برای چیزای درمانی، چون اون بیمارستان مال فلسطینی هاست و در شرق اورشلیم قرار داره. برای آقای بایدن مهم بود که از این بیمارستان دیدن بکنه. اسرائیلی ها خواستن زرنگی کنن، گفتن که آره ما هم دوست داریم با شما بیاییم اونجا. آقای بایدن قبول نکرد. اسرائیلی ها دلیل داشتن که اصرار داشتن که بیان، به این خاطر که اونها
شرق اورشلیم هم جز خودشون میدونن، در صورتی که جیک سالوان گفته بود که ما معتقدیم اسرائیل زمانی میتونه یک کشور مستقل باشه که یک کشور مستقل فلسطینی هم در کنارش باشه و الا این کار به جا نمیرسه. این چیزایی بود که در رسانه های اینا بازتاب داده نمیشه. رسانه های ایران سیتیز فارسی زبان میگم، همه حرفا رو میزنن با واقعیت های اصلی رو نمیگن. بنابراین این دیدار به این شکل داره انجام میشه، اومده به اسرائیل حال بده، چون 1 میلیارد هم اضافه برای اسرائیلیا تصویب کردن که آقای بایدن به اونا میده، در مقابلش 500 میلیون به فلسطینی ها، و به همین خاطر میخواسته از اون بیمارستان دیدن بکنه که در حقیقت یه نوع استقلالی هست برای شرق اورشلیم که مال فلسطین، کل اورشلیم، ولی حالا این مقداری که در اون جریان دو کشور مستقل در کنار هم چیزی که فلسطینی ها میخواستن، ایران هم میگه اگر فلسطینی ها به این نتیجه برسن که اینا رو میخوان، ایران هم مشکلی با اینا نداره، قبلا هم گفته شده. ممتاز اسرائیلی هم میخوان زرنگی بکنن که اینجا بایدن زیر بار این مسئله نرفت که اونها را با خودش ببره، چون اگر میبرد اونها ادعا میکردن که خب ما هم اونجا بودیم، اینم جزء مثلا چیز ماست، به حساب جزء اورشلیم بزرگ. و اما آقای بایدن قراره که فردا وارد عربستان سعودی بشه. کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی اینها معتقد بر اینن که آقای بایدن میاد و چیزی بر علیه ایران نداره بگه، بیشتر میخواد که کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار بده که نفت، تولید نفتشون رو ببرن بالا، که قیمت نفت بیاد پایین، که دقیقا امتیازی بشه برای امریکایی که به نفت شدیدن نیاز دارن. آن چیزی که الان مسلمه، اتفاقا دیروز روزنامه وال استریت جورنال به قلم خانم کارن الیت هاوس یه مقاله نوشته، دیروز منظورم چهارشنبه 13 جولای 2022، کارن الیت هاوس یکی از به حساب سعودی شناسای معروف وال استریت جورنال، سالها اونجا زندگی میکرده، کتابی در مورد خاندان السعود نوشته و اینا. ایشون میگه که روابط بین امریکا و عربستان سعودی در 50 سال گذشته هرگز اینقدر بد نبوده. از وقتی که آقای بایدن در دوران مبارزات انتخاباتی میگفت این کشور یاغی و کشور به درد نخور عربستان سعودی با کشت و کشتاری که اونجا انجام میده، قتل عامی که از مخالفان و به ویژه قتل قاشقچی و اینا، خلاصه همون ادامه داشت. به همین خاطر تا همین چند وقت پیش حاضر نبود که با محمد ابن سلمان هیچ صحبتی بکنه، ولی حالا وضع فرق کرده و عربستان هم زیر بار این جریان نمی‌رفت، به طوری که حتی تلفنی که از کاخ سفید شده بود 1-2 ماه پیش که آقای بایدن می‌خواسته حرف بزنه و محمد ابن سلمان تلفن رو قبول نکرده بود. بنابراین اونا معتقدن که آقای بایدن اومده فشار روی اونا بذاره، کاری آنچنانی نخواهد کرد در ارتباط با مسائل منطقه، چون اینا انتظارشون این بود که آقای بایدن بیاد مثلا یک حرفایی بر علیه ایران بزنه که بیشتر مصرف داخل داره، که آقای بایدن هم محدودیت‌ها رو میدونه و خودش هم معتقده که با ایران تنها راه از طریق مذاکره هستش. جالبه که خود امریکایی‌ها گفته بودن که مقامات ایرانی وقتی اومده بودن برای مذاکره در قطر آنچنان اشتیاقی برای مذاکره نداشتن، اومدن حرفاشون رو زدن، بعد شروع کردن با قطری ها دید و بازدید کردن و
با ایرانی های مقیم قطر، یعنی انگار که مثلا اومده بودن یه دیداری در قطر انجام بدن، صحبت هاشون هم به این شکل. به نظر من این چیزی بود که خود مقامات ایرانی هم گفته بودن که ما دیگه مذاکرات برجام جز اولویت ما نیست، انجام میدیم هر موقع خواستن هر جا بریم حاضر میشیم، ولی خواسته هامون هم مطرح کنیم. خود آقای رئیسی هم میشنید که دیشب تو تلویزیون شنیدم اینجا تو تهران، ایشون هم گفته بود که ما که از برجام نیومدیم بیرون، اونها و از برجام اومدن بیرون و تحریم بر علیه ما کردن و خودشون هم گفتن که این تحریم با شکست روبرو شده. بنابراین ایران همین روش مذاکره رو انجام میده و میره جلو تا اونجایی که نیاز هست، تا اونجایی که به نتیجه برسه. ولی اسرائیلی ها و بعضی کشورهای عربی معتقدن که این با شکست مواجه شده، به جایی نمیرسه، اونا این شکلن. ولی از نظر ایران میگه نه، ما خواستمون رو مطرح کردیم، هر موقع درست شد میریم جلو. بنابراین دیدار آقای بایدن بنا به گفته بسیاری از مفسران خود امریکا، یکی این که روابط امریکا با عربستان رو جور بکنه که عربستان به طرف چین و روسیه کشیده نشه، چون روسا هم گفتن هدف اصلی سعی میکنن که بر علیه روسا در اونجا یه کارایی بکنن، ولی چینی ها اظهار نظر نکردن، چون چینی ها میگن که ما رابطه با عربستان داریم که از اونها نفت میخریم و وسایل مورد نیازی اونها رو هم براشون میفروشیم. به طور کلی خود آقای بایدن در این سفر تلاشش بر این خواهد بود که این رابطه رو بهتر بکنه، بعدش هم از اونها خواهد خواست که تولید نفتشون رو ببرن بالا که بتونه در بازار جهانی به ویژه بازار امریکا قیمت ها بیاد پایین، و چون امریکا از یه تورم وحشتناکی داره به سر میبره که در 40 چند سال گذشته در امریکا بی سابقه بود، همه چی داره گرون میشه، نفتم که آغاز این کار هستش. و اما دوستان خیلی جالبی که یه خبری در MBC خوندم، این خبر MBC سایتش نوشته بود دیشب که همیشه چهارشنبه 13 جولای، شخص به نام آقای شولتز که برای CIA کار میکرده، این شخص همین بوده که یک سافری نوشته بود که CIA از طریق این سافر تلفن اپل و اندروید رو هک میکرده و شنود میکرده در خارج و از طریق شبکه های انترنت اینا میتونست خیلی جاها رو شنود بکنه. این شخص این سافر نوشته بود، یعنی درست کرده بود، خیلی هم موفق بود، خودش هم برای CIA کار میکرد. یه اتفاقی میفته در CIA که این شخص ناراحت میشه، شکایت میکنه که بابا وضع مثلا کاری ما اینجوریه، بیشتر از فرهنگ کاری دفتر شکایت میکنه و اونا اهمیت نمیدن و این ناراحت میشه. بعد همونجا این جریان رو میفرسته به خیلی ها که این چگونه این سیستم رو درست کرده. بعد از اون طریق CIA معتقده که ایشون آقای شولتز اونو برای ویکیلیک فرستاده بود، همین جولی اسنج، که میگه که اسرار CIA هرگز در 50 سال گذشته به این شکل فاش نشده بوده و آقای شولتز معتقده که CIA و FBI چون نتونسته بودن کاری بکنن، به همین خاطر کاسکوزه ها رو سر من پیاده کردن. از سال 2018 ایشون در زندان انفرادی است، در وحشت، یعنی خودش تو دادگاه گفته دیروز که ما مثل یک حیوان رفتار میکنن و خودش هم وکیل خودشه و توضیح داده که اینا مشکلات داخل بوده، من مقصر نبودم. در بین اینها اقلا 100 نفر این جریان میدونستن چطور یخی منو گرفتن، ولی ایشون از 2018 در زندان دولت فدرال امریکاست. مطلبی که خیلی جالبه دوستان اون اینه، جان بولتن، همین
سیبیلوی معروف که کارش فقط اغتشاش و کودتا و اینجور چیزا در کشورهای مختلف هست، جی تپرد از سی این این باشه مصاحبه کرده، بعد گفته که راجع به همین ژانویه 6 زمان خود ترامپ که میخواستن با حمله به کنگره جلوی این جریانات رو بگیرن که ترامپ دوباره برنده بشه، ایشون میگفت نه این فقط یه بار اتفاق افتاد بر علیه قانون اساسی بوده، هرگز هم چیزی در امریکا اتفاق نمیفته. بعد در صحبتاش اشاره میکنه که آره من خودم که سر کار بودم، مشاور امنیت بوش بوده، همین خود ترامپ بوده، گفته آره ما چون در ونزوئلا یک کودتایی رو راه انداخته بودیم که موفق نشد، چون اون موقع مادورو رو ما میخواستیم بیرون کنیم چون مادورو رو قبول نداشتیم، گفته بود که ما اعلام کردیم که چون اونا رو قبول نداریم بنابراین پروندهشون بازه، ولی توضیح نداده بود که چگونه این کودتا رو میخواسته راه بندازن. من یادمه هم خود بولتن و هم مایک پامپیو اونا اصلا نشسته بودن اونجا دستور میدادن که چه اتفاقایی بیفته، حتی خود ترامپ هم راضی کرده بودن که هر آن این گروه مادورنا میفتن و همه میدن و بعد اون شخصی که ما انتخاب کردیم میاد سرکار و همه منتظر بودن، CNN هم زنده پخش میکرد، یه دفعه نه هیچ اتفاقی نیفتاد، بعد گفتن نه هواپیمای کوبایی اومده بود اونا رو ببره کوبا. خلاصه آبروریزی بزرگ، حتی خود ترامپ هم خیلی ناراحت شده بود که اینا ترامپ هم سرکار گذاشته بودن هیچ اتفاقی نیفتاد. من فکر میکنم دورانی که بتونه از واشنگتن یک کشوری را کودتایی انجام بدن تموم شد، اون دوران دوران قبله، حالا مردم اینقدر آگاه شدن از این داستانا دیگه به نظر من چیزهای قدیمی حتی در کشورهای کوچک. ولی خب خودش اقرار کرده که ما همه داستانا رو میدونستیم و گفتیم، حالا خودش هم اومده گفته. و ما دوستان آخر مطلب این بوده که یادتون باشه اسرائیل با چند کشور عربی دور هم جمع شده بودن در ماه مارچ تو اسرائیل، بعدن در مصر، گفتن که آره ما میخواییم یه ناتوی عربی باشه بر علیه ایران، یک مثلا گروه در حقیقت دفاعی درست کنیم فلان اینا، گویا این آرزوی اسرائیلیا بوده، ولی واقعیت چیز دیگری بود، چون مقامات ایرانی با مقامات مصری به طور محرمانه در مسقط عمان ملاقاتی داشتند که مصری ها گفتن نه این مسئله فقط مسئله تجاری بود. یادمه حتی وزیر خارجه اردن هم گفت یه همچین چیزی بیرون درج کرده واقعیت نداره، ما در هیچ جلسه ای راجع به این که بر علیه ایران یک کاری بکنیم نداشتیم، اگرم بوده ما توش نیستیم. حتی مقامات قطری هم گفته بودن، ولی حالا معلوم شد که چون مصر برای کشور بزرگ عربی است و ایران که ملاقاتی داشته با اونها، حتما حرفای رد و بدل شده، اونا گفتن که نه ما یه همچون فکری را نداریم، که اگر اسرائیلی ها در سودای یک حتی خرابکاری یا به طور کلی تبلیغات هم میخواستن درست کنن، این با این ملاقات نقشه براب شد، بنابراین اتفاقی نمیاده. اما آخرین خبر دوستان، یکی از دوستا در سوئد به نام آقای همایون حکیمی مطلبی هم برای من فرستاده، اتفاقا این سوالی هستش که خیلی ها در خارج مثلا ما میشستیم اونجا راجع به جریانات ایران اینا اتفاقای خوبی که میافتاد تعریف میکردیم، بعضی از دوستایی یا مثلا در کشورهای اروپایی میگن آقا اگه ایران اینقدر خوبه چرا شما تو خارج نمیرید ایران زندگی کنید دیگه. نمیدونم، ما خیلی ها ممکنه درگیر مسائل کاری خانوادگی، مثلا طرف تینیجر اومده خارج یا مثلا کمی بیشتر اونجا کار میکنه، میخواد بازنشسته بشه، مزایایی داره، همه اینا. حالا همون این حکیمی
یه چیزی داره درست میکنه که جواب همه اینا رو خواهد داد، چیزی که ایشون در چند کشور اروپایی هم زندگی کرده. حالا ما منتظریم که ایشون این ویدیویی که میخواد درست کنه برای ما بفرسته و برای شما پخش کنه، شاید به خیلی ها جواب داده بشه. برای دوستان سپاسدارم از وقتتون، وقت ما هم تموم شد. با ما در تماس باشید، اگر ویدیویی دارید، کلیپی دارید درست کنید، از جایی که هستید صحبت هایی کنید، ما اینا رو برای دوستا پخش کنیم. خیلی مهمه، چون الان دیگه شما چشم گوش این برنامه هستید در سراسر دنیا. برای سپاسگزارم، با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدای آرنگهدار شما.